همکارم بابک اسحاقی را از تل اویو با خود داریم. بابک، از جزئیات دیدار نخست وزیر اسرائیل با فرستاده ویژه جو بایدن بر ما بیشتر بگو. صبح امروز عموس هوفشتین وارد اسرائیل شد، از اینجا قرار هستش که به لبنان بره. خیلی سراسیمه این سفر انجام شد وقتی که گزارش هایی به دست کانال 11 اسرائیل و همچنین رسانه های لبنانی رسید که امکان توافق آتش بس وجود داره حتی قبل از آغاز انتخابات در ایالات متحده، آنجا که تحلیلگران در اسرائیل بعید میدونن که اتفاق بیفته. اما همانطور که گفتی، نخست وزیر لبنان میگوید که این امکان حتی وجود داره که در چند ساعت آینده و یا در چند روز آینده این اتفاق بیفته. دقایقی پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه کوتاهی انتشار داد در کنار عکس بنیامین نتانیاهو و عموس هوخشتین فرستاده ویژه جو بایدن و همچنین برت مکگورج فرستاده ایالات متحده به خاورمیانه که او هم با هوخشتین به اسرائیل اومده. او ابتدا از فرستادگان ایالات متحده سپاسگزاری کرد و پس از اون گفت که آنچه که بر روی قرارداد میاد مهم نیستش، آن چیزی مهم هستش که در عمل اتفاق میفته و در عمل باید اتفاق بیفته که شهروندان ما بتوانن آرام در شمال زندگی بکنن. حالا گزارش که تلفات غیر نظامیان در غزه خیلی بالاست، واکنش ها چی بوده در اسرائیل و در توجیه این تلفات غیر نظامیان؟ اسرائیل از روز اول جنگ نسبت به تلفات بالایی که در نوار غزه عنوان میشه واکنش نشون داد. هم ارتش اسرائیل و هم مقامات سیاسی اونها میگویند که از لحاظ آمار این آماری هستش که از سوی حماس عنوان میشه و هیچ کسی نمیتونه اون رو راستی آزمایی بکنه و دقیق بدونه که چند نفر در حقیقت کشته شدن. دوم، تعداد نظامیانی هستش از طرف حماس و طرفداران حماس و افراد سیاسی که با حماس کار میکردن که اونها را این اطلاعات و این آمار جدا نمیکنه. و دلیل بعدیش هم اسرائیل میگوید که یکی دیگر از دلایل این هستش که تمرکز نظامی گروه حماس همیشه در مناطق پرجمعیت و در کنار مکانهای مانند بیمارستانها و مساجد و مدارس بوده. بسیار تشکر از خودت بابک اسحاقی، همکارم در تل اویو. ممنون.